آقای دکتر، اولا یکی از همیهنان اشاره کردم به یک گفتگوی من و شما در چندین هفته پیش درباره اون رئیس شهربانی که چند تن از روشنفکران رو موهاشون رو کوتاه کرده بود اینا. اون ایشون گفتن که او آقای موثق نبودند، بلکه سپهبد محسن مبصر بوده. من یادم نیست حالا. منم یادم نیست، ولی من گزارشی که در مورد اون رخداد داشتم بر اساس یک گزارش نسبتاً مفصلی است که سفارت آمریکا می‌نویسه، و دلیلی هم که سفارت آمریکا درگیر میشه اینه که سفارت آمریکا خبردار میشه که مسئله از طریق ملکه به گوش شاه رسیده و شاه در آغاز باور نمیکنه و از طریق علم میخواد که تحتوی ماجرا در بیاد، و وقتی که معلوم میشه که چنین اتفاقی افتاده هم در اون کلوب و هم در یک دو جای دیگر شهر کسانی رو متوقف کردن، از جمله آقای زندرودی نقاش معروف من. و موی او رو هم کوتاه کردن. اینا بر اساس اون گزارش سفارت آمریکا است. من صرفا اون گزارش رو نقل کردم، و بعد در مورد این است که در واقع سر این نوع مسائل یک تفاوت بینشی هست بین ملکه که خواستار مدارای بیشتر هست و کسانی مثل بعضی از فرماندهان ارتش، شاید علم، شاید خود شاه، که فکر میکنن در مقابل این نوع رفتارها، در مقابل این نوع برنامه ها باید شدت عمل به خرج داد. یکی دو گزارش دیگه هم هست در این زمینه در پیش و کم همین زمان، که یکیش زمانی است که یکی از محققین آمریکایی به ایران میاد و با ملکه دیدار میکنه و گزارش می‌نویسه. یکی دو گزارش دیگه است که همه حول و حوش یک زمانه، و حکایت از این دوگانگی بینش میکنه، یعنی از یک طرف ملکه و کسانی مثل مثلا آقای قطبی، مثل کانون پرورش فکری و مسئول کانونی پرورش فکری، که اینا هر ستا، یعنی هم خود ملکه، هم کانون، هم تلویزیون، یه جوری سعی میکردن یک آخرین پناهی باشن برای کسانی که از جاهای دیگه اجازه کار از ساواک نمیتونستن بگیرن، و مخالفین ملکه و مخالفین قطبی و مخالفین کانون و خود خانوم رئیس کانون که از نزدیکان ملکه در اون زمان بود، از خاطرات علم میشه خوند، از خاطرات آقای ثابتی میشه خوند، از خیلی اسناد دیگه، خیلی علیه این گروه میزدن، یعنی فکر میکردن که اینها واقعا خطر رو جدی نمیگیرن و اجازه میدن که یه سری افراد چپی، افراد مخالف در اونجا فعالیت بکنن، و تیپ علم و خیلی از مواقع خود شاه معتقد بودن که بایستی جلوی این نوع کارها ایستاد، و میبینیم که یه تنشایی اتفاق میفته. اون رخ داد به نظر من اهمیتش بیش از اون چه که در خود رخداد اتفاق افتاده، در این حواشی است که دورش وجود داشته و این سایه روشنهایی که بین سیاست شاه از یک طرف و ملکه و طرف دوستانشون از طرف دیگه وجود داشت. ممنونم آقای دکتر. یکی از همیهنان پرسش دارن در مورد اینکه تماس‌های خمینی با شاه آیا فقط به صورت نامه و تلگرام بوده، یا خمینی پیش شاه هم رفته در ارتباط با درخواست هایی که داشتن؟ تا اونجایی که من سراغ کردم یک بار دیدار مستقیم صورت گرفته، و اون در زمانی بوده که آیت الله بروجردی هنوز در حیات بودن،
ولی بعد از اون ماجرا اون چه که من دیدم تنها نامه هاییست که نوشته شده و نامه هاییست که رد و بدل شده. من هیچ نشانی از دیدار ندیدم. کسی بالاترین مقامی که از طرف رژیم شاه با آیت الله خمینی دیدار کرده تا اونجایی که من میدونم آقای تیمسار پاکروان که بعد هم متاسفانه با جان خودش بهای این دیدارها رو داد. وقتی آیت الله خمینی در تهران در حبس خانگی بودن، پاکروان به دیدارشون رفته و بهشون توصیه کرده که سیاست کار دشواری است، کار کثیفی است، شما به معنویات بپردازید، بذارید دیگران به سیاست بپردازند. و ایشون هم گفته بودن که سیاست ما عین دین ماست، دین ما عین سیاست ماست و ما به چنین تقسیمی رو بر نمیتابیم. من هرگز ندیدم که بعد از اون ماجرا سندی دیده باشم داله بر این که ایشون با شاه دیدار کرده باشن. یک گزارشی هست که از حدود مثلا 7-8 ماه قبل از پیروزی انقلاب، یکمی شاید بیشتر، الان تاریخ دقیقش یادم نیست، که یک کسی که خودش رو نماینده ایشون معرفی میکنه در عراق با سفارت تماس میگیره و به قول آخونده استمزاج میکنه که ببینه آیا امکان بازگشت آیت الله خمینی به ایران هست یا نه. این که آیا یک چنین کسی از طرف ایشون مأموریت داشته یا خودش مستقیما این اقدام رو کرده، من هیچ دلیل قطعی بر باور یا عدم باورش ندارم. ولی من هرگز به غیر از یک بار که میگن دیدار شده در دهه 30، اواخر دهه 30، من هیچ چیزی قطعی در این مورد ندیدم. این مکاتباتی که خمینی با شاه میکرده پاسخش رو دولت میداده یا خود شاه؟ پاسخ ببینید دو جور چیز بوده. بعضی مواقع پاسخش رو علم میداده، یکی دو مورد هم پاسخش رو خود شاه میده. در یک مورد من، در هر دو مورد من نامه ها رو اونجا ذکر کردم که شاه خطاب آیت الله خمینی به عنوان حجت الاسلام نامه می نویسه، امضای خود شاه رو داره و خلاصه کلامش در جواب به آیت الله خمینی که گفتودن اسلام داره برباد میره و شما به خود بیاین، چیزی به این مضمون، من جزئیات نامه الان خاطرم نیست ولی در کتاب هست، متن هر دو نامه هست، شما چیزی به این مضمون جواب میده که حجت الاسلام خمینی شما احتیاجی نیست به فکر اسلام باشید، من از شما خیلی بیشتر نگران اسلامم و اسلام رو حفظ میکنم. خیلی جواب تندی. تو اون دوران به نظر من شاید حتی مهمتر از خود متن نامه هایی که رد و بدل شده، پیام های علنی است که رد و بدل میشه. یعنی یه سری سخنرانی هایی است که آیت الله خمینی میکنن و یه سری سخنرانی هایی است که شاه میکنن. اینا هر دو واضحه که مخاطبشون همدیگر هستن و به زبان بقایت تندی هر دو صحبت میکنن. معمولا همه تا به حال بیشتر به یادمون هست که مثلا آیت الله خمینی با چه تندی و با چه جرأتی در فیضی صحبت کردن و گفتن یه کاری نکن بگم از مملکت بیرونت بکنن، چیزی به این مضمون. این درسته، ولی اینها در یک چارچوب شرایطی بود که شاه هم صحبتهایی که میکرد حداقل به اندازه صحبتهای آیت الله خمینی تند بود. یعنی بعضی عباراتی که در مورد روحانیت به کار میبره همه دوباره فقط ارتجاع سیاهش رو به یاد دارن، ولی یادشون میره صحبتهایی که کرد در قم، در کرمان، که دوران مفخوری به سر اومده، اینها مثل کرم هستن. یعنی عباراتی که واقعا شگفت‌انگیزه از تندیش. اونها هم به نظر من خیلی نکات جالبی رو دارن از اون برخورد سیاسی که در اون زمان بین شاه و آیت الله خمینی وجود داشت. در یک جایی هم مثل که شاه به ایشون گفته بوده که توجه به پیشرفت‌های جهان هم بکنید. بله بله، در چند جا میگه، در چند جا میگه که میگه دوران، یه جا میگه که دوران
سواریگیری مجانی از مردم ایران به سر آمده، بعد میگه که بهتر فکر چیز بکنید، بعد میگه دنیا رو نگاه بکنید، میگه ما نمیذاریم شما مملکت رو در جهل و جهالت نگه دارید. یعنی خیلی اون صحبت‌های اون زمان بین 1962 تا حدود 64 چندین سخنرانی هست که هم شاه میکنه هم آیت الله خمینی میکنه و زبانشون در رابطه با هم دیگه بسیار بسیار زبان تندیه. آقای دکتر، چند تا موضوع هستش میخواستم با شما مطرح کنم که نظرتون رو بفرمایی. یکی در مورد ابراز نگرانی عمیق کمیته مجمع عمومی ملل متحد از نقض حقوق بشر در ایران، این قطعنامه از سرکوب فعالان مدنی، روزنامه نگاران و مخالفان و افزایش تصاعدی شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده. بعد آمده است که در این متن آمده است که 76 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادن، 68 کشور رأی ممتنع، 35 کشور رأی منفی. 3 تا از کشورهایی که رأی منفی دادن روسیه، چین و سوریه است. بفهمید که جمهوری اسلامی برخلاف شعار آیت الله خمینی نه شرقی نه غربی که حالا خود اونم رعایت نمی کرد، ولی عملا شرقی شده با توجه به این به اصطلاح اینکه در مقابل روسیه، چین و سوریه هم از کشورهایی هستن که رأی منفی دادن. من فکر می‌کنم کاملا این حرفی که میزنی که میزان وابستگی ایران به روسیه و تا حدی به چین وابستگی اقتصادی در این سالها به طور واقعا وحشتناکی افزایش پیدا کرده و میزان وابستگی سیاسی به طوری افزایش پیدا کرده که ایران از فرصت‌های اقتصادی که ممکنه برای ایران در دراز مدت نقش بسیار بسیار تاریخی و مهم داشته باشه استفاده نمی‌کنه. به طور مشخص عرض می‌کنم ایران شاید مهمترین یا دومین کشور جهان از بابت گاز. روسیه گاز خاور اروپا رو، گاز قسمت‌هایی از قفقاز رو در انحصار داره. ایران به راحتی می‌تونه با سرمایه‌گذاری، به راحتی می‌تونست با سرمایه‌گذاری الان در این بازارها رقیب اصلی روسیه باشه و یک منبع درآمد استراتژیک بسیار مهمی رو برای ایران تامین بکنه. یعنی این باختی که ایران از این بابت داره به روسیه میکنه حداقل به اندازه این پولهایی که در این چند سال به روسیه دادن برای اینکه یک تکنولوژی دست سوم غنی‌سازی به ایران بفروشه، به قول یه استاد پرینستون اونچه که به ایران به عنوان صنعت جدید فروختن مثل اینه که در قرن 21 مدل تی، مدل تی ماشین های 1920 رو به یه مملکتی بفروشن. خیلی مهمتر از اون و برای ایران زیان بارتر از اون همین قضیه است. زیان دیگری که ایران به خاطر وابستگی سیاسیش به روسیه پرداخت کرده موقعیت ضعیفشه در مذاکراتی که در مورد تقسیم نفت و گاز دریای خزر هست، موقعیت ضعیف ایران در استفاده از اون خلایی که در آسیای مرکزی در قفقاز ایجاد شد بعد از سقوط شوروی و ایران یک امکان تاریخی داشت برای اینکه نفوذ سیاسی خودش رو، نفوذ فرهنگی خودش رو، نفوذ زبانی خودش رو افزایش بده. همه اینها سقط شد برای اینکه آقای پوتین یا قبل از پوتین آقای احمدی نژاد قول داده بودن که شما هر کاری میکنید بکنید، ما در سازمان ملل قطعنامه رو علیه شما وتو میکنیم، که وقتی هم که اون شد وتو هم نکردن. یعنی میزان وابستگی الان بزرگترین بدهکار به ایران
از این پول هایی که الان در خارج بلوکه شده تا اونجایی که من میدونم بزرگترین رقم یک کشوریش در چینه. چینی ها پول رو نمیدن، ندادن، نه جنس میدن و در نهایت گردن کلفتی، برای اینکه میدونن ایران در یه موقعیت ضعیفی است. و میدونید اون چی که ایران نیاز داره به گفته خود گردانندگان رژیم، اینا احتیاج نیست از مخالفین دادن بشنوه، خود گردانندگان رژیم، خود مسئولان اقتصاد ایران میگن ایران به سرمایه فراوان برای حل مسئله بیکاری احتیاج داره، به سرمایه و تکنولوژی عظیمی برای حل مسئله نفت و گاز وجود داره، زیانهایی که به صنعت نفت و گاز زده شده به لحاظ کمبود قطعات، به لحاظ کمبود تکنولوژی، به لحاظ ندانمکاری مدیران بسیار بسیار عمیقه. و اینها هیچ کدوم چیزهایی نیست که روسیه بتونه به ایران بده. روسیه نه تکنولوژیشو داره، نه پولشو داره. و علاوه در سوریه روسیه از ایران به عنوان نیروی زمینی خودش در واقع اونجا استفاده کرده برای اینکه حکومت اسد رو سرپا نگه داره. یعنی جمع اینا رو که نگاه بکنید روسیه خیلی در این ماجرا و چین از لحاظ اقتصادی خیلی زیاد بهره برده. چین در سوریه کلی سرمایه گذاری کرده در صنعت نفت اونجا و الان هم اینقدر ساکت نشسته در کنار، یه مقداری نگران اون مسائل. ایران تنها کشوری است که در واقع فقط در سوریه خرج کرده و روسیه اونجا پایگاه دریایی داره، براش آخرین و اولین سنگر نفوذ در خاورمیانه است. چین کلی سرمایه‌گذاری نفتی داره، نگرانی صنعت. ایران فقط پول داده و فقط جون داده برای اینکه این رژیم رو سرپا نگه داره و اونطور که شما گفتید نه شرقی نه غربی، تبدیل شده به هم خیلی شرقی و هم گاهی غربی. آقای دکتر، فرمودین که جمهوری اسلامی و به عبارت دیگر ایران دوران ضعفی رو به سر میبره. آقای خامنه ای در یه سخنرانی مفصلا درباره این که ایران ام القرای جهان اسلام است صحبت کرده و البته این تز یکی از برادران لاریجانی است که ایران ام القرای جهان اسلام است. ایشون هم از این موضوع استفاده کرده و ایرانی رو که شما توصیف کردین بر اساس ارقام و حوادث، ایشون به عنوان پایگاه اصلی جهان اسلام ازش یاد کرده. آقای دکتر، یک توصیه هایی کرده کیسینجر به دولت مردان آمریکا در مورد ایران، من اینو در یکی از سایت ها خواندم، نمیدونم ملاحظه کردین. ایشون از جمله گفته که ایالات متحده باید در کنار دولت های سنی خاورمیانه باشد که برای چندین دهه متحد امریکا بودند و برای امپریالیسم ایران هم مرزهای محدودی قائل شود، امپریالیسم ایران، و در همان حال باید آماده گفتگو و دیالوگ با ایرانی ها باشد که در عرصه ملی سیاست های چندی را به اجرا گذاشتند، سیاست هایی در عرصه با یک تاریخ شگرف و ظرفیت‌های فوق‌العاده که می‌تواند به جای بی‌ثباتی موجبی برای صلح باشد. آمریکا باید توانایی اجرای همزمان این دو سیاست را داشته باشد و از اتخاذ موضعی بپرهیزد که همینک با خطر سقوط به آن روبرو است. من فهم کنم این بحثی که این را آقای کیسینجر گفته. بله بله، من واقعا الان سالهاست هم در صحبتهایی که با شما کردم هم در چیزهایی که نوشتم خیلی کررات گفتم من فهم کنم آمریکا باید با ایران حتما مذاکره بکنه
و در این حال بایستی من صحبت از امپریالیسم ایران نکردم ولی صحبت از حقوق بشر در ایران کردم. آمریکا بایستی در با ایران مذاکره بکنه، آمریکا بایستی با ایران در مورد حقوق بشر مذاکره میکرد، در مورد اتم هم مذاکره میکرد. به نظر من شگفت‌انگیزه که در تمام این مثلا یک سالی که این همه مذاکرات مفصل در مورد مسئله اتمی شد، یک بار مسئله ای آقای کوکبی مطرح نشد. جوان ایرانی که 5 ساله در زندانه و بزرگترین جایزه فیزیکدان‌های جهان رو بهش دادن، جایزه ساخاروف رو بهش دادن، چندین جایزه دیگه دادن. تنها گناه این جوان اینه که گفته من یه متخصص فیزیک هستم، نمیخوام در برنامه‌های نظامی شرکت بکنم. من اخلاق شخصیم با این همخونی نداره. چطور میشه در مورد برنامه اتمی ایران مذاکره کرد و در مورد کسی که در واقع وجدان علمی بخشی از زمان خودشه؟ یه عده‌ای در این زمان حاضر نیستن در مسائل، فقط هم در ایران نیست، در تمام جهان هستن. یه عده‌ای مثل این جوان واقعا درخشان که با شجاعت اونجا الان بایستده، 5 سال هم اونجا حبس کشیده، یک بار از او صحبت نشه. چطور میشه در مورد برنامه اتمی صحبت بکنید و در مورد آقای موسوی، خانم رهنورد، آقای کروبی صحبت نکنید؟ یعنی آمریکا در دورانی که با شوروی در مورد اتم صحبت میکرد، در مورد خلع سلاح اتمی صحبت میکرد، در دوران ریگان که از همه بیشتر ضد شوروی بودن، در عین حال همزمان با بحث اتم مسئله حقوق بشر رو هم مطرح میکردن. به نظر من این دوگانگی، یعنی اون دوپارگی که آقای کیسینجر ازش به عنوان مذاکره و بحث برای تهدید امپریالیسم ایران ازش یاد میکنند، من ازش همیشه به عنوان دوگانگی بین مذاکره در مورد مسائل نظامی اتمی و هر مسئله دیگری و در این حال همواره مذاکره در مورد مسئله حقوق بشر. اگر ایران هم اعتراضی به حقوق بشر در آمریکا داره، اونها هم حق داشته باشن که صحبت بکنن. من نمیگم فقط صحبت باید یه طرفه باشه، نه اینکه شعار بدن، نه اینکه حرفای یکی به قول شما برادران لاریجانی رو بزنه که در ایران هیچ مسئله حقوق بشر نیست، اینجا بهترین مسئله، بهترین نظام قضایی، بهترین نظام حقوق بشره. اونا که خب میدونیم خودشون هم زیاد به این باور ندارن، ولی این دو سویه به نظر من حتما بایستی بخشی از سیاست آمریکا می بود، الان هم به نظر من بایستی باشه و هرچی که تأخیر بشه. منتها اون بخش اولش، یعنی یه بخش اول صحبتی که از آقای کیسینجر کردید، اون به نظر من قابل، واقعا قابل بحث، این که کشورهای سنی مذهب متحدین طبیعی آمریکا هستن در این قضیه، من مطمئن نیستم که اینطور باشه. برای اینکه کشورهای سنی نشین سلطنت محور نفت خیز منطقه، یکی از ریشه های پیدا شدن پدیده به اسم آیش هستن. جمهوری اسلامی هم در پیدایش آیش غیر مستقیم دست داشته، برای اینکه حزب الله رو فرستاده در سوریه، خب اینا هم تصمیم گرفتن یه چیزی برای علم کردن در مقابل حزب الله پیدا بکنن و داعش رو علم کردن، جبهه نصرت رو علم کردن، 10 جبهه دیگر رو دخول دادن. ولی اینکه فکر کنیم این کشورها، به خصوص کشورهای خلیج فارس، به خصوص کشورهایی که درش وهابیت تبلیغ میشه و در وهابیت هیچ مسلمانی غیر از خود وهابی ها مسلمان واقعی تلقی نمیشن، این که ما فکر کنیم با اون میشه به تقابل با توسعه طلبی ایران پرداخت، به نظر من بعیده. الان هم من فکر میکنم مسئله خاورمیانه، مسئله عمده خاورمیانه به گمان من پدیده داعشه، فقط هم در خاورمیانه نیست، پدیده داعش به اروپا کشیده شده، در آفریقا هست، در آسیای میانه داره ریشه میگیره، در افغانستان داره ریشه میگیره، یه روزی حتما به آمریکا ممکنه سرایت بکنه و این یه پدیده خیلی خیلی به گمان من جدیه
مخربیه و هر کسی که پدیده رو مطالعه کرده و بی‌طرف بوده اظهار کرده که یکی از علل رشد اینها، یکی از علرش حمایتایی بوده که از کشورهای همین کشورهایی که آقای کیسینجر ازشون به عنوان متحدین سنی میگن، تا اونا جلوی حمایت ها رو نگیرن، تا اونها جلوی کمک های مالی به این پدیده رو نگیرن، تا اونها جلوی تبلیغ های نوع اسلامی که میگه هیچ کسی غیر از ما مسلمون نیست نگیرن، پدیده های مثل داعش روش خواهد کرد و اروپا که بزنه که زده و اگر این زدنش ادامه پیدا کنه که من فکر میکنم حتما ادامه پیدا میکنه، ترکیب سیاسی اروپا عوض خواهد شد و ترکیب سیاسی که در افق آدم میبینه، ترکیب سیاسی که در آمریکا آدم میبینه، یعنی در فرانسه 8-9 نفر رفتن آدم کشی کردن، در آمریکا آقای ترامپ میگه که تمام مسلمان ها رو باید ازشون ثبت نام کرد در یک فهرست واحدی. و این قدم حرف خیلی عجیبی است، حرف خیلی بالقوه خطرناکی است برای کسانی که در آمریکا زندگی میکنن و خودشون رو مسلمان میدونن، خلاف تمام اصول تساوی مذهب در آمریکا است، ولی این حرف میزنه و محبوبیتش کم نمیشه، زیاد هم میشه، به خاطر اینکه مردم به راستی نگران این پدیده خوف‌انگیزی هستن که در اونجا اتفاق افتاده. حالا واشنگتن رو تهدید کرده، نیویورک رو تهدید کرده، آلمان رو تهدید کرده، دوباره فرانسه رو تهدید کرده و یه استراتژی که به نظر من الان خیلی به طور مبرمتر بهش نیاز هست، استراتژی است که با این پدیده، پدیده اسلام سیاسی حق به جانب در هر شکلی که میخواد باشه، اسلام سیاسی که میگه من فقط حرف خدا رو من میفهمم، حرف قرآن رو من فقط میفهمم، هر کسیم غیر از حرف من بفهمه کافره، اگرم نکنید یا سرتون رو میبرم یا میندازمتون زندان یا بهتون اتهام فتنه گری میبندم. خب اینا ببینید تو مگه بین فتنه گر خوندن یه نفر تا حبس کردنش قدم کوچکی بیش نیست. میبینیم در ایران نخست وزیر 8 ساله مملکت، رئیس جمهور مملکت، الان کاندید رئیس جمهور مملکت، الان 5 ساله 6 ساله بدون قانون، بدون هیچ نوع کیفرخواستی زندان گذاشتن. وقتی هم از آقای روحانی میپرسن اینا کی آزاد میشن، میگه بالاخره یه روزی آزاد میشه. خب چطور میشه روزی آزاد خواهند شد؟ چطور میشه یه چنین حرف شما بزنید؟ خب من میفهمم اگر میگفت من زورم نمیرسه، اگر میگفت که اون در قوه قضاییه باید اقدام بکنه، اون وقت حداقل نشون میداد که قوه این کار رو میفهمه. چطور میشه در مورد این قضیه سکوت کرد و به مزاح برگزار کرد بازداشت دیگر افراد رو، روزنامه نگاران رو، این حملات جدیدی که به بهایی ها شده، حملات جدیدی که به کسانی که تو مدارس بهایی درس میدن، درس میخونن، این هاست که حقوق بشر رو در ایران انقدر تیره میکنه و هی شما شعار بدید که در ایران حقوق بشر هیچ اشکالی نداره، ولی دو تا کاندید رئیس جمهور، ریاست جمهور سابقتون که یکیشون به قول خودتون 16 میلیون 15.5 میلیون رای داشته، بدون هیچ کیفرخواستی حبس نگه داشتید، هرچی هم روزنامه های وابسته به دستگاه میخوان به اینا میگن، به هر کسی دیگر هم میگن. به قول خود آقای روحانی میگه که روزنامه ها مثل پلیس مخفی کار میکنن، هیته امن دارن. منظورش کیهان واضحه که بیش از هر کسی مثل پلیس مخفی کیهان کار میکنه. یه نفر جرات نمیکنه بره بگه. خود به چه اساس شما این اتهامات رو به این افراد میزنید؟ وگه میگن حقوق بشر در اونجا نیست، یا اینا رو آمریکا و اسرائیل علم کرده. نه، شما بهایی ها رو ول کنید، شما زندانی های سیاسی رو ول کنید، شما آقای سحرخیز رو ول کنید، شما وکلا رو آزاد بذارید کارشون بکنن. بلایی که اینا بر سر بعضی از وکلا آوردن، وکلایی که کارشون هیچ گناهی جز دفاع از کسانی که مورد اتهام، من بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، ببین چند تا وکیل الان در زندان هستن، کجای دنیا با وکلا چنین کاری میکنند؟
کسی هم اعتراض بکنه در داخل بهش برچسب فتنه میزنن، در خارج هم میگن که اینا نوکر سوروس هستن، نمیدونم با آقای سوروس فالوده میخوردن، از این مزخرفاتی که شب و روز میافن. آقای دکتر، صحبت از حزب الله فرمودید، سنای آمریکا قانون جلوگیری از تأمین مالی بین المللی حزب الله لبنان رو تصویب کرد. این قانون علیه حزب الله لبنان تلاشی مشترک از سوی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بود که سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات جین شاهین هدایت اون رو بر عهده داشتند. سناتور روبیو گفت ما نمیتوانیم اجازه دهیم حزب الله گروه تروریستی شناخته شده وابسته به رژیم ایران همچنان تهدید مستقیم برای ما و متحدان ما باشد. من فکر میکنم، میدونم قانون رو گذراندم، ولی فکر میکنم در واقع امکان اجرایی کردن جدیش خیلی کمه. یعنی در آمریکا میتونن محدود بکنن، ولی در جای دیگه نه، در جای دیگه نمیتونن. بسیاری از کشورهای اروپا حزب الله رو دیگه به عنوان یک تشکیلات تروریستی تلقی نمیکنن و به هر حال بخش عمده درآمد حزب الله از طریق کمک هایی که از خارج دریافت میکنه نیست، بخش عمده درآمدش پولایی است که از ایران میگیره، پولایی است که در داخل لبنان از شیعیان به انواع بنهای مختلف میگیره و فعالیت های دیگری است که در سطح بین المللی ظاهرا دارن، به هزار و یک نوع درگیری های اقتصادی دارن، فعالیت های اقتصادی دارن. در خود آمریکا یه دشون مثلا گرفته بودن که از یه شهر از یه ایالتی به یه ایالت دیگری سیگار میبردن و از تفاوت مالیاتیش استفاده میکردن. داستان هایی در مورد فعالیت هاشون در آمریکا هست، آمریکای لاتین هست. یعنی منابع درآمد متعددی دارن که یکی از اونها این گروه های خیریه است که ممکنه مثلا بخشی از کمکشون از آمریکا به اونها بدن که الان من شده. این بیشتر به نظر من اهمیت نمادین داره تا اهمیت اجرایی. مسئله حزب الله به گمان من وقتی جدی میشه که اسد در سوریه نباشه. اگر اسد در سوریه نباشه، کار حمایت پشت جبهه از حزب الله توسط ایران دشوارتر خواهد شد. به هر حال یه مقداری وضع استراتژیک اونها خطیرتر خواهد شد و اگر این الان تعادلی که در درون لبنان ایجاد شده و خوشبختانه تا به حال لبنان رو از یه جنگ داخلی مجدد دور نگه داشته به هم بخوره و سرایت بکنه، اگر مثلا داعش فعال بشه در لبنان، بیشتر الان دیدیم که فعال شده، تعدادی بیگناه رو در همین چند هفته اخیر کشتن، ولی اگر بیشتر فعال بشه خب اون وقت وضع لبنان هم به هم میخوره و معلوم نیست آینده حزب الله چی میشه. من فکر میکنم برای حزب الله اون خطر خیلی مهمتر از این قانونه. آقای دکتر، چگونه است که در لبنان یک تشکیلات نظامی میتونه وجود داشته باشه خارج از دسترس و خارج از اختیار دولت؟ زور دارن و در واقع اینو تحمیل کردن به بقیه دو گروه دیگه، یعنی به سنی ها و به مسیحی ها. و ولی در این حال به خیر از مواردی که موارد مهمی هم بوده، ولی در این حال یه جوری بازی رو اداره کردن که اون دو اقلیتی دیگر حداقل تا به حال نفع خودشون رو در این دیدن که با این توافق که یکی از احزاب یعنی حزب الله در واقع یک پدیده نظامی هم داشته باشه، شاخه نظامی قدرتمند هم داشته باشه، خیلی معارضه جدی نکنم، برای اینکه تا به حال یه جوری امنیت در لبنان
به رغم این حاشیه های بسیار ناامنی که داره حفظ شده. من فکر میکنم مسیحیان و سنی ها و دیگر اقلیت هایی که در اونجا هستن دارن سعی میکنن ببینن این در واقع این صلح کماکان شکننده ولی کماکان باقی رو میشه حفظ کرد یا نه. آقای دکتر میلانی، این خبرگزاری مهر یک گزارشی داده حاکی از این که در ایران قدرت و اقتصاد در حقیقت در دست کیست. خیلی جالب، خبرگزاری مهر گفته که 40% فعالیت‌های اقتصادی ایران به اقتصاد غیر رسمی تعلق دارد، یعنی به سپاه. نیمی از اقتصاد رسمی و غیر رسمی در دست نظامیان و نهادهای وابسته به بیت رهبری است که دولت بر آنها کنترل و نظارتی ندارد. حتی گمرکات و گلوگاه‌های ورود و خروج کالا از کشور، یعنی اسکله‌ها و فرودگاه‌ها، در موارد متعددی خارج از حیطه کنترل دولت و در دست رانتخاران نظامی و امنیتی است. البته این عبارت‌های تازه عبارت‌های اون سایتی است که این خبر رو به نقل از خبرگزاری مهر داده. اسحاق جهانگیری هم در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با اشاره به اظهارات بابک زنجانی در دادگاه و پوشش مثبت خبری که رسانه‌های مخالف دولت به آن دادند گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست که فردی 2,700,000,000 دلار پول مملکت رو در اختیار داشته باشد و در دادگاه از موضع یک قهرمان و طلبکار صحبت کند. این فرد که صحبت از داشتن پول زیاد می کند چرا پول مملکت را نمی دهد تا از زندان خلاص شود؟ این برخورد توهین‌آمیز است و از دستگاه قضایی کشور درخواست می کنیم با کسانی که پشت پرده جهت تقویت این رفتارها عمل می کنند برخورد شود. آقای دکتر، من این گزارش های وضع اقتصادی رو و تعداد افرادی که میلیاردها دلار از بیت المال رو خوردن، حفله ها پو کردن و دو قرط و نیمشون هم باقی است آدم میخونه، واقعا غم‌انگیزه. و به علاوه 40% مال سپاه، درصدی که مال بنیادهای زیر نظر بیت رهبری است، اگر اضافه بکنیم درصد کل اقتصادی که در دست آستان قدس رضوی است، اگر اضافه بکنیم در دست بقیه موقوفاتی است که به اصطلاح مستثنا شدن از پرداخت مالیات، وقتی اینا رو اضافه میکنید میبینید حداقل یه چیزی نزدیک به 60-65-70% کل اقتصاد در دست این نهادهاست که مالیات هم نمیدن. یعنی فقط مسئله رانتخاری نیست، فقط مسئله نیست که اینها از بیت المال پول میخورن و حقل حکم میکنن، قرارداد میگیرن که صلاحیت اجراشون ندارن، یه درصدی خودشون میخورن یه درصدی زیر دستشون میخوره، تا وقتی که به اون کار فرمایی که در واقع میتونه کار انجام بده، به قول یکیشون به من میگفت که تا وقتی که به دست ما میرسه دیگه هیچ اون تو نمونده، ما نمیتونیم اصلا اجرا بکنیم. بعدم چون زور دارن میان به ما میگن که چرا اجراش نمیکنیم. به همین خاطره که یه درصد عظیمی از شرکت‌های خصوصی یا ورشکستن یا بستن یا در آستانه ورشکستگی هستن. این یه بره راندخاریشه، یه بره دیگه اینه که به هر حال اگر اینها مالیات نمیدن، مالیات رو از کی دارن میگیرن؟ مالیات رو از زحمتکشان ایران میگیرن، از معلمای بازنشسته ایران میگیرن، از استادای ایران میگیرن که با مثلا سالی ماهی 2-3 میلیون بایستی زندگی کنن، کارگری که با ماهی 600-700 هزار تومان باید زندگی بکنه، کارمند دولتی که 1 میلیون حقوقشه، از اونا میتونن چون زورشون به اونا میرسه مالیات میگیرن. هزار و یک جور دیگه هم عوارض ازشون میگیرن چون زورشون میرسه. ولی
وقتی که سپاه در وسط شهر در نزدیکی یک بنای تاریخی ساختمون غیر مجاز میسازه، نه زورشون میرسه ازش عوارض بگیرن، نه زورشون میرسه بهش بگم ساختمون تو متوقف بکن. این هاست که مملکت رو به این آستانه واقعا این بحران فلاکت بعضی میگن. بله واقعا بعضی میگن فلاکت، بعضی میگن استرار. من فکر از هر دو اینا بدتره. من یک دو تا مقاله میخوندم از یکی از اقتصاددانهای بسیار بسیار برجسته ایران، حالا میترسم اسمشو بگم فردا برن اونا اذیتش بکنن، ولی ارقام و آماری که میداد و بعد توصیفی که میکنه، میگه از مرحله بحران گذشته، یعنی به یک حفره سیاهی تبدیل شده که همه چیزو داره میخوره و هیچی ازش در نمیاد و معلوم نیست چگونه از این در واقع فلاکت بحران نجات پیدا میشه کرد. دوباره یکی از همین اقتصاددان ها میگه که هیچ اقتصادی در دنیا نیست که 30 و چند سال به طور مداوم هم تورمش دو رقمی بوده هم بیکاریش. هر کشور دیگری بود یه هیئت حاکمی بود برای 10 سال نه تورمش دو رقمی بود و بیکاریش دو رقمی بود سقوط میکرد. علاوه بر این ارز اون مملکت هم از 7 تومن به 1 دلار شده 3500 تومن به 1 دلار. این کارنامه اقتصادی است. هیچ کس هم احساس مسئولیت نمیکنه. همه هم دو قرطانی میشون باقیه، همه هم میگم من نبودم اون بود. کیم کشوده مملکت رو به اینجا؟ جناب دکتر میرانی، ما 2-3 دقیقه وقت داریم، میخواستم ازتون پرسش بکنم که برنامه های فرهنگی دانشگاه در چه حاله؟ ولی همین هفته اتفاقا خیلی ربط مستقیم داره به این بحثی که داریم میکنیم. 3 دسامبر آخرین برنامه این ترممونه. آقای دکتر گلکار یک کتابی نوشتن در مورد بسیج و بسیج به عنوان ابزار کنترل اجتماعی، که اولین و جامع ترین بررسی نهاد بسیج چجوری شکل میگیره، پولاشو از کجا در میاره، چه چیزایی به اینها یاد میدن، چگونه انتخابشون میکنن، چند نفر در انواع تشکیلاتشون هستن. ما قبلا در اون کتابی که صحبت کردیم، یک کتابی من و همکارم آقای لری دایمن چاپ کردیم، تو اون یه مقاله از آقای گلکار هست که الان اون مقاله در واقع تبدیل شده به اساس یک کتاب خیلی مفصلی که دانشگاه کلمبیا چاپ کرده. دسامبر 3 ایشون در به زبان انگلیسی ساعت 6:30 در همون ساختمون معروف پگت هال اتاق 113 در مورد بسیج و ریشه های اون و نحوه سازماندهی صحبت خواهند کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر، موفق باشین تا هفته آینده. تا هفته آینده باشین. درود بر شما.